سلام و درود خدمت شما دوستای عزیز، خوش اومدید به یک ویدیوی کاملا جدید با نکته های جدید و باگ های جدید و همه مواردی که در واقع هستش و حتی برای شمایی که ثبت نام کردی ترمیم معدل رو باید اینا رو بدونی، اگر ندونی ممکنه بعدا خدای نکرده به دردسر بیفتی. بریم سراغ نکته هایی که میخوام خدمتتون عرض بکنم. یه چند تا نکته هست، یه چند تا مورد هستش که باید کار رو انجام بدیم. نکته اول اینه که بچه ها در صورت غیبت کردن فرصت ترمیم معدلتون از بین نمیره، اما امسال فرصت مجدد آخریه که به شما داده شده. یعنی اینطور نیستش که بگید خب من سال پیش ترمیم کردم، امسال میخوام ترمیم بکنم، یه تعدادشم میذارم سال بعد. نمیشه، آخرین فرصت ترمیم مجدد برای شما امساله. کسی که از فرصت یک بارش استفاده نکنه میتونه سال بعد یا حتی سال بعدش کنکور بده. یک بار فرصت رو داره، خب یک بار فرصت رو داره. من سال پیش ترمیم کردم، امسالم ترمیم میکنم. من سال پیش ترمیم کردم، خب امسال اگه ترمیم نکنم دیگه سال آینده نمیتونم ترمیم بکنم. اوکی؟ من امسال اولین سالیه که ترمیم میکنم، دیگه سال بعد نمیتونم بازم، چون در هر صورت فرصتم گرفته میشه. اما اگر کسی تا حالا ترمیم نکرده و امسالم نمیخواد ترمیم بکنه، سال آینده میتونه ترمیم بکنه. اگرم سال آینده ترمیم نکرد میتونه سال بعدش ترمیم بکنه و مشکلی از این بابت وجود نداره. نکته بعدی که برای شما وجود داره، توی ترمیم معدل نمره‌ای که به شما تراز بیشتری بده در نظر گرفته میشه. مثلا شما نمره‌ای که گرفتی سال 401 یا 400 شده 19، مثلا از کتاب دین و زندگی، بعد شما امسال میگیری 17، ممکنه این 17 تراز بیشتری به شما بده و توی سامانه این 17 در نظر گرفته بشه. پس شوکه نشید بگید که چرا 17 شد چرا 19 نشد. اینم گفتم خدمتتون بگم. نمرات شهریور و دیماه معیار نیستند و فقط نمره های خرداد ماه جهت تأثیر سوابق تحصیلی تراز میشن. پس حواستون باید به این مورد باشه. اگر دروسی رو برای غیر خرداد پاس کردید، باید نمره‌ای که باید حتما ترمیمش کنید. خیلی راحت بهتون بگم، چون اگه ترمیمش نکنید تراز اون درس براتون در نظر گرفته نمیشه. نکته بعدی، در صورتی که درس پاس نشده دارید، امکان شرکت توی ترمیم معدل براتون فراهمه، ولی متاسفانه برای یه عده بسیار زیادی این طوریه که می نویسه این در واقع سامانه به زودی برای شما فعال میشه، که خب یکم کار رو سخت کرده که ما هرچی پیگیری کردیم، زنگ زدیم، از مسئولین بپرسیم، متاسفانه کسی پاسخگو نبود. یعنی اصلا کسی جواب نمیداد، به خاطر اینکه این شرایط ترمیم معدل خیلی سرهای بقیه رو شلوغ کرده، مشغول کرده همه رو، به کسی اصلا پاسخگو متاسفانه نیستش و پیگیری های ما فعلا به نتیجه نرسیده. ولی خب همونطور که گفتم این یک باگ سایت هستش و احتمال داره که امروز برطرف شده باشه، حالا یا امروز یا فردا. نکته بعدی که وجود داره، دانش آموزایی که پایه 11 هستن و قصد تغییر رشته دارن باید توی رشته جدید ایجاد سوابق کنن. نکته بعدی، دوستان محترم، اولا تا 20 فرصت هستش، اینو به یاد داشته باشید برای ترمیم اگه تمدید نکنن. وقتی که شما توی قسمت گروه آزمایشی میخوای انتخاب بکنی، نگو من چی بزنم، من هنرستانی هم چی بزنم، اون کنکوری که شما ثبت نام کردی رو باید بزنی، نه رشته دبیرستانید. حواست به این مورد باشه که توی ویدیو هم گفتمش. خب کسایی که در واقع متقاضی آزمون سراسری 404 هستن، نه امسال، خب میتونن برای 11 هم ایجاد سابقه بکنن. یعنی کسایی که متقاضی سال 404 هستن، خب میتونن ایجاد سابقه بکنن یا نه میتونن بذارن سال آینده. این مورد و واقعیتش سنجش اشاره نکرده. بعضی از مشاوران میگن باید کسی که متقاضی سال 404 امسال هم برای 11 هم برای 12 هم
ایجاد سابقه بکنه، که خب طبیعتا ایجاد سابقه معنی نمیده، چون که کسی که مثلا متقاضی سال 404 میتونه همون سال بعد جفتشو ثبت نام بکنه و هیچ مشکلی براش نیستش. دوما نمره داره این فرد، سابقه صفر در نظر گرفته نمیشه و تراز منفی دریافت نمیکنه. خیلی عجیب بود. نکته بعدی این که بچه ها سعی بکنید از سایت مای سنجش ترمیم خودتون رو انجام بدید. بذارید نکته ها رو نگاه کنم، خیلی زیاد جدید داریم که الان دوباره براتون بگم. یکی از بچه هم گفته بود که من رفتم سایت مای میدیو دکمه ترمیم رو زدم، نوشته شما داوطلب کنکورید، برای مشاهده سابقه خودم چی کار کنم؟ و طبیعتا باید از سایت سنجش وارد بشید، همون آموزشی که توی چنل گذاشتم، همین ویدیو قبلی. میتونید نگاه بکنید که به راحتی متوجه این مورد انشالله بشید. فقط یادتون نره، بازم میگم، بعد از اینکه یه مرتبه ثبت نامتون رو انجام بدید دیگه امکان ویرایش برای شما متاسفانه وجود نداره. ترمیم معدل هم که براتون گفتم، فرصت ها رو که براتون گفتم اول ویدیو، و گروه آزمایشی هم براتون گفتم، اونی که کنکور دارید رو باید بدید. نکته بعدی، اگه محل تولدتون، اگه تاریخ تولدتون ثبت نشده، فقط میتونید سایت رو رفرش بکنید که باگ سایت برطرف بشه، که به احتمال زیاد امروز برطرف شده و دیگه فکر نمی‌کنم مشکلی برای شما وجود داشته باشه. میتونید دوباره در واقع امتحان بکنید. خب بچه ها، نکته بعدی که میخواستم خدمتتون عرض بکنم برای نظام قدیمی ها هستش که دوستان زمین شناسی رو باید ترمیم بزنن و نیازی به ترمیم یا ایجاد سابقه سلامت و یا بهداشت ندارن، و اینم گفتم خدمتتون بگم که مشکلی نیستش. و اینکه بله، به همین صورته دیگه، مشکلی وجود نداره. اما خب یه خبر دیگه ای هم که در واقع پخش شده بود این بود که امکان ایجاد سابقه تحصیلی در پایه‌های دهم یا یازدهم برای داوطلب‌های کنکور 404-405 و بعد از اون فعال شده، و در واقع همه داوطلب‌ها میتونن این کار رو انجام بدن. پس بچه ها اگر در واقع خواستی ترمیمتون رو انجام بدید، اگر متقاضی سال 404 هستید، میتونید سال 11 و 12 رو با هم ثبت نام بکنید برای ترمیم، که من توی این ویدیو اینو گفتم، فردا نگید نگفتید. میتونید ترمیمتون رو انجام بدید و هیچ مشکلی برای شما نخواهد بود. میتونید بزنید روی سایت و هم سال 11 هم سال 12 رو انتخاب بکنید. در غیر این صورت طبیعتاً میتونید برای سال آینده این کار رو انجام بدید. در هر صورت هیچ مشکلی برای شما نخواهد بود. اما خیلی از بچه ها میپرسیدن برای اینکه چند تا نکته دیگه دوباره هستش. یکیش این بود که آیا تمدید میشه یا نمیشه. هیچ وقت پیش نیومده سنجش بگه که تمدید نمی کنم. همیشه تمدید شده و مشکلی از این بابت برای شما وجود نداره. نکته بعدی در رابطه با انتخاب رشته فرهنگیانه، خیلی سریع تر از اون چیزی که ما فکر میکردیم ترمیم معدل داره تموم میشه، و حتی اگرم بخوان ترمیم بکنن 2 روز دیگه وقت میدن، 2-3 روز دیگه، کمتر، شاید همون 2 روز. و بعد از اون بلافاصله انتخاب رشته فرهنگیان شروع میشه و همونطور که گفتم دیگه تراز برای ما مد نظر نیستش. حتی اگه درصداتون بیاد هیچ چیزی رو نمیتونید متوجه بشید و فقط و باید و لزوماً باید انتخاب رشته فرهنگیانتون رو به صورت کامل انجام بدید، که انشالله زمانی که دفترچه انتخاب رشته فرهنگیان بیاد، بچه‌هایی که زبان هستن، از اونجایی که ظرفیتمون خیلی کمه، میتونن سریع پاسخ بدن به در واقع آیدی که در تلگرام بعدن براتون میذارم. فعلا چنل رو براتون میذارم توی دیسکریپشن، یه آیدی هست، من تا برای انتخاب رشته فرهنگیان میخوام آیدی رو جدا براتون در نظر بگیرم که مستقیم به اون پیام بزنید و مشکلی از این بابت وجود نداشته باشه. چون برای بچهای زبان ممکنه ظرفیت نباشه توی شهرشون، یکی دو تا رشته باشه، خب خودش میزنه انتخاب میکنه، نیازی به انتخاب رشته نداره. اما اگه بیشتر از 2 تا 3 تا بود، در واقع میتونید پیام بزنید برای انتخاب رشته که کارتون رو انجام بدیم. از اونجایی که فشرده از کار، یعنی مثلا شما میبینی که 3 روز وقت میدن و داوطلب زیاده، همه هم پیام میزنن، یه مقدار کار سخت پیش میره. بنابراین اگر پیام زدید و شرایطی برای شما گفته شد، حتما سعی کنید که اون شرایط رو مثلا نیم ساعت بعد انجام بدید که ما بتونیم کار شما رو راه بندازیم. در هر صورت دم شما گرم که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. مراقب خودتون باشید. یا علی.